سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال نوای هزارستان. به سلسله معرفی سرداران سرافراز قوم و نام‌آوران بی‌ریا و گمنام هزارستان بزرگ، این بار نوبت معرفی را به سردار سرافراز هزارستان بزرگ میرکلبی رضا بیگ، پیشوایی بزرگ کانون مقاومت علیه کوچه ها می دهیم. با ما همراه باشید. این ویدیو و ویدیوهای دیگر ما را لایک نموده با دوستانتان هم شریک کنید و اگر کانال نوای هزارستان را تا حالا سابسکرایب نکرده اید، همین حالا سابسکرایب نمایید تا از تاریخ سرفرازی های سربداران هزارستان بزرگ آگاه شوید و بیشتر بدانید. در ضمن نظراتتان را هم در پایین ویدیوها برای ما کامنت کنید. یکی از شخصیت های تاثیرگذار و یکی از رهبران مردمی در هزارستان و لعل سرجنگل شهید میرکلبی رضا بیگ بود که جریان مقاومت علیه چپاول و غارت کوچی ها را در هزارستان رهبری می کرد. با آنکه کلبی رضا بیگ در دورانی از مردم خود به دفاع برخواست که کوچی ها در تبانی با حکومت های محلی به شدت تمام بالای مردم هزاره تخت و تاز می کردند. مورخان جامعه هزاره در مورد این مبارزه سترگ و این شهید راه آزادی مهر سکوت بر لب زدند و نسبت به یاد کرده این مرد بزرگ، یک سنگردار واقعی، یک مدافع راستین و حامی عزت و سرفرازی هزاره غفلت تاریخی کردند. کلبی رضا بیگ مرد هوشمند، دوراندیش و جسوری بود که با درایت تمام مردم خود را در برابر تجاوز کوچی ها رهبری و برای دفاع از مال و جان اهالی لعل و سرجنگل، درخشانترین جنگ چریکی را پایه‌گذاری کرد. به دستور وی ده ها سنگر مقاومت بر فراز تپه ها ساخته شد. سنگرهای چون نصرت فقیرشاه و نایب علی سنگرهایی بودند که برای حراست از جان و مال مردم لعل و سرجنگل نقش مهم را بازی کردند. رزمندگان این سنگرها در طی سالها به گونه مسلحانه در برابر تجاوز کوچی ها از مردم خیش دفاع کردند. این سنگرها تا مدتها در این مناطق وجود داشتند، اما با تسلط کامل حکومت ظاهرخانی به خاطر نابودی نمادهای مقاومت هزاره ها از بنیاد تخریب گردیدند. سنگر شهید نصرت که در نوار مرزی بین لعل و سرجنگل قرار گرفته است تا هنوز وجود دارد. دلیل تخریب نشدن این سنگر تبدیل شدن آن به جایگاه مقدس یعنی مزار است که خون شهید نصرت در آن سنگر ریخته بود. شهید نصرت در همین سنگر شهید و در جای دیگر دفن گردید، اما مردم سنگر وی را به زیارتگاه تبدیل نموده و به مزار شهید نصرت شهرت دارد. تمام این سنگرها در دوران میرکلبی رضا بیگ ساخته شدند و هر کدام برای دفاع از مردم در آن زمان نقش حیاتی داشتند. میرکلبی رضا بیگ بخشی از آگاهی تاریخ ماست و شناخت مقاومت سرسختانه و زمان میسر خواهد بود که ما تاریخ غارت و کشتار کوچی ها را در هزارستان را درست به یاد داشته باشیم. کوچی ها در هزارستان و از جمله در لعل و سرجنگل به دو دسته تقسیم می شدند. یک، کوچی های بازاری. دو، کوچی های سیاخانه. کوچی های بازاری. کوچی های بازاری به کسانی گفته می شدند که مجرد و جوان بودند و به یک معنا می توان از آنها به عنوان ملیشه جوان کوچی یاد کرد. این دسته از کوچی ها به صورت سازمان یافته بالای هزاره ها ستم و تعدی روا می داشتند. کوچی های بازاری عمدتاً از قبایل خوازک، تغذی، سحاک، ترکی و غیره تشکیل یافته بودند. کاروان های بین 1000 تا 200 نفر شترها را با امتعهای تجارتی عمدتاً پارچه های پاکستانی، هندی بار می زدند و در سراسر مناطق هزارستان بدون رویه و با جبر بالای مردم به فروش می رسانیدند. در هر قریه 50، 30 و یا 20 توپ تکرا تقسیم می کردند و می گفتند در برگشت ما قیمت این اجناس را از شما گرفتنی هستیم. در تعیین نرخ هر متر تکه و یا اجناس دیگر دست آزاد داشتند و خودشان قیمت گذاری می کردند. خانواده ها مجبور بودند که در بدل پرداخت قیمت امتعه تحمیل شده روغن زرد، نمد، برک، گلیم بپردازند. کسانی که توان پرداخت نداشتند مجبور می شدند که خانه و مواشی خود را برای پرداخت قیمت امتعه کوچی ها به آنها واگذار نمایند و خود جلای وطن کنند. در موارد هم در بدل قیمت امتعه ایشان زمین های آنها را که قادر به پرداخت نمی شدند به زور تصاحب می کردند. بخشی از این کوچی های بازاری از شمال افغانستان مربوط به قوم اسحاق زی بودند
که ملکیت های ازبک ها را در سر پل و شبرغان اشغال کرده بودند و آنها امتعه هایشان را با جبر و زور بالای مردم مناطق هزارستان به فروش می رسانیدند. داستان اسحاق زئی ها در مناطق ازبک نشین شمال افغانستان هنوز در گوش تاریخ استبداد زده این کشور نجوا دارد. ازبک ها را زنده زنده در آتش می سوختاندند و هیچ مرجعی نبود که حداقل صدای استخوان شکنی آنها را بشنوند. کوچی های بازاری در آن دوران از اقتدار زیاد برخوردار بودند، چون هم پشتوانه قدرت دولتی را با خود داشتند و هم سرمایه پولی و از شیره جان هزاره ها و ازبک ها اندوخته بودند. امتیاز دیگر آنها همان مجرد بودنشان بود که با سادگی می توانستند با هزاره ها وارد جنگ شوند. اما یک نکته باید فراموش نشود که همین کوچی های بازاری ریشه در پاکستان داشتند و منشأ ورودشان ابتدا از پاکستان آغاز می گردید. چون تجارت آنها بر شالوده امتعه های پاکستانی استوار بودند. ستم و تعدی کوچی های بازاری در آن دوران فضای کل هزارستان را مختنق ساخته بود. ملک های کوچی های بازاری از اقتدار خاص برخوردار بودند که مردم بی‌بضاعت و فقیر هزاره نمی توانستند که از زیر بار خروج امتعه های بزور به فروش رسیده آنها بیرون شوند. آنگاه تازیانه خشم این ملک ها بر سر و صورت هزاره ها فرود می آمدند. چگونگی قتل ملک باریک؟ یکی از ملک های کوچی های بازاری باریک نام داشت. او که سال پیش امتعه‌های تجارتی پاکستانی خود را با جبر بالای مردم به فروش رسانیده بود. مردم فقیر هزاره که توان پرداخت قیمت امتعه وی را نداشتند، باریک را چنان خشمگین ساخته بود که در روز روشن مردان را در قریه ها به چوب می بست و ده ها توهین دیگر را بر آنها روا می داشت. مردم به میر کلب رضا بیگ از باریک شکایت بردند و تمام ناروایی های او را برشمردند. بیگ به فدائیان خود به نام های فقیر بچه و ده باشی دستور داد که ملک باریک را زنده نزد او بیاورد. فقیر بچه و ده باشی هر دو برای آوردن او در قریه سرخینک رفتند. اما ملک باریک حاضر نشد که نزد بیگ برود و دست به مقاومت مسلحانه زد و فیر نمود. بالاخره ده باشی مجبور گردید که او را با فیر گلوله از پا در آورد و جسد او را در مقر میر کلب رضا بیگ در قلعه قتلیش آوردند. ملک باریک را در قتلیش یعنی ته سیاسنگ دفن کردند که تا اکنون هم به نام قبر اوغو مشهور است. دوم کوچی های سیاخانه. کوچی های سیاخانه همان کوچیانی بودند که از پاکستان به مناطق جنوب می آمدند و از آنجا راه هزارستان را در پیش می گرفتند. این کوچی ها که با فامیل هایشان با انبوهی از شترها، گوسفندها، غشتی های سیاهشان را بر دامنه های همواری کوها برپا می کردند و به تبعیت از فرمان عبدالرحمن که پشت جوی حق سلطان و پایین جوی حق دهنشینان بر علفچرهای هزارستان هجوم می آوردند. با این تفاوت که اینها حتی همان فرمان پدر مستبد خود عبدالرحمن هم اکتفا نمی کردند. پشت و پایین جوی را هم حق خود دانسته و مزارع مردم را در دامنه ها و دشت ها پایمال می کردند و شترهایشان را به کشتزارهای هزاره ها رهانموده و زراعتهای للمی و آبی مردم را می چریدند. این زیاده روی ها سبب می شد که نزاهای میان هزاره ها و کوچی ها بروز نمایند. اما وقتی این نزاها به حکومت های محلی کشانیده می شد، همه چیز از پیش روشن بود. موارد بسیار زیاد تاریخی وجود دارد که با زخمی شدن پای شتر یک کوچی مدینه های یک قریه به طور کل در زندان ولسوالی نشستند و تاوان پای زخمی آن نفر شتر کوچی به قیمت خون یک انسان پرداخته شده است. جنگ و نزاع میان کوچی ها و هزاره ها به گاودوشی حاکم، والیان و حتی ضابطان ولسوالی ها تبدیل شده بود. حاکمان بر خوان نعمت استبداد به قیمت مکیدنی خون هزاره ها نشسته بودند. هرگاه حاکم از هزارجات به خانه خود در کابل، قندهار، قندوز، غزنی و یا هرات برمی گشتند، یک کاروانی از امتعه هزارستان را با خود انتقال می دادند. هرگز مورد پرسش و بازخواست قرار نمی گرفت که چرا چنین کاروان با چنین اموالی از یک سرزمین فقیر جمع‌آوری شده است. رشوت و بار زدن کاروان اجناس مردم هزاره از سوی حاکمان وقت به یک فرهنگ متعارف تبدیل شده بود.
میرکلب رزابیک در برابر این دو تهاجم از سوی کوچی های بازاری و کوچی های سیاخانه قرار داشت، اما با درایت از مردم خود دفاع می نمود. برغم استبداد نادری و هاشم خانی، حتی یک بسو زمین هم در دوران وی به دست کوچی ها نیفتاد. کوچی ها بسیار تلاش کردند تا با قیمت های گزاف زمین های لعل و سرجنگل را بخرند. اما هر بار این کلب رضا بیگ بود که از فروش زمین های این مناطق جدا مردم را برحذر می داشت. او می دانست که تصاحب زمین ها توسط کوچی ها در مناطق تحت رهبریش چه پیامدی شومی دارد. او می دانست که غصب زمین های مناطق پنجاب و رأس بیسود از سوی کوچی ها دشنه انتقام این غاصبان را تا چه حد تیز و بران نموده است. چنانچه بعد از شهادت کلبی رضا بیگ بخش عظیمی از زمین های لعل و سرجنگل به دست کوچی ها افتید. میر کلبی رضا بیگ یک چهره شاخص در سراسر هزارستان بود و مردم هزاره در آن وقت او را به عنوان سنگردار مقاومت علیه استبداد کوچی ها و همدستان دولتی آنها می دانستند. همه آگاهی داشتند که کلبی رضا بیگ ده ها سنگر را در لعل و سرجنگل برپا داشته و بر ضد غارت و تجاوز کوچی ها دست به اسلحه می برد و رزمندگان از جان گذشته وی شب و روز از این سنگرها پاسداری می کنند. مقاومت تحت رهبری کلبی رضا بیگ سبب شد که کوچی ها تن به یک جرگه میان هزاره ها و کوچی ها بدهند. در این جرگه بزرگ میر کلبی رضا بیگ به عنوان سیمای برجسته و در رده نخستین فرد به نمایندگی از هزاره ها شرکت نمود و طی چندین روز جلسات آنها فیصله کردند که کوچی ها بدون هر گونه تعدی و آسیب رسانی به هزاره ها فصل حضورشان را در مناطق هزاره نشین بگذرانند و در مقابل مردم هزاره هم از در صلح با آنها پیش بیایند. این جرگه در واقع یک جرگه مصالحه بود که در اثر مقابله جانبازانه کلبی رضا بیگ به دست آمده بود. اما بعد خواهیم دید که کوچی ها چگونه بر این مصالحه پای گذاشتند و دست به کشتار علنی هزاره ها زدند. اما کلبی رضا بیگ در آن دوران یکی از شاخصترین رهبران هزاره به شمار می رفت. به همین دلیل بود که نادرشاه و هاشم خان صدر اعظم فرمان رسمی عنوانی کلبی رضا بیگ به حیث بزرگ هزاره ها رسما با نام و نشان صدارت بعد از تشکیل این جرگه صادر کرد و از وی دعوت نمود تا برای نوازش و الطاف شاهانه به کابل بیاید. اما نکته قابل ذکر این است که کلبی رضا بیگ به عنوان یک بزرگ مرد وارسته متحد به آرمانهای جامعه هزاره بود، ورنه با استفاده از این فرمان می توانست که چشم بروی استبداد و جنایات کوچه ها ببندد و با پشتوانه دولتی جایگاه قدرت و ثروت شخصیش را به میزان بسیار زیاد بالا ببرد. اما بیگ بزرگ به جای انتخاب این راه مسیر دفاع از مردمش را در پیش گرفت و تا سرانجام در این راه مقدس جام شهادت نوشید. فرمان شاهی با شماره 3711 تاریخ 10 میزان سال 1310 خورشیدی با مهر و نشان صدارت اعظمی با متن ذیل عنوانی کلبی رضا بیگ فرستاده شده است. صدارت اعظمی اخلاص همراه کلبی رضا بیگ، بیگ لعل و سرجنگل، اصلاحاتی که فیما بین شما و مردمان کوچی در جرگه قومی بدایزنگی توسط والاشان جلالت باب عبدالجمیل خان وکیل والی کابل به عمل آمده و اقرار خطهای شرعی به یک دیگر داده اید، وکیل والی موصوف به حضور اعلی حضرت قاضی و صدارت اعظمی عرض نمود. حضور مبارک شاهانه و این جانب از حسن اتفاق و اتحاد شما خرسند و رضامند گردیده. همیشه رفاهیت و آسایش شما را می خواهیم و از خداوند تعالی امیدواریم که بعد از این از طرف مردمان کوچی و برادران هزاره ضرر و اذیت نرسد. از صدارت فرامین جداگانه عنوان سرخیلان سیاخانه ارسال شد و به آنها خبر داده شد. الا زمانی نفر بازاری عبور نکنند، نروند و نگذارند که مردم کوچی و مردم هزاره ضرر رسانی کنند. همین که مطابق قرارداد مذکور عمل نموده و حاکم کلان برایشان تقدیم و به مرکز حاضر می شوند، لذا شما را نیز به فرمان هازا خبر داده شد که شما هم براستی متوجه شوید که از طرف اقوام شما به مردم افغان و از جانب افغان به هزاره ضرر نرسد.
بعد از اینکه کوچی ها به درستی عبور نموده، شما نیز حاضر شوید تا الطاف و نوازش پادشاهی شامل حالتان شود. امضای محمد هاشم خان صدر اعظم. کلبی رضا بیگ و تصمیم کشتن ترکی. ترکی یکی از مشهورترین ملک های کوچی های بازاری و سیاهخانه بود که در اوایل سلطنت نادرخان قدرتمندترین ملک کوچی ها بود که در رأس کوچی ها در هزارستان حکم می راند. اقامتگاه وی در لعلسر جنگل بود. ترکی که پشتوانه نادرخان و هاشم خان را با خود داشت، در عین زمان به دلیل رهبری کوچیان بازاری ثروت هنگفته را از طریق فروش اموال پاکستانی بالای هزارها به دست آورده بود. تمرکز قدرت و ثروت او را به حد مغرور ساخته بود که در یک روز 5 نفر از هزارها را در پیش روی یک کت علف که در هزارجات به آن ده گفته می شود نشانزنی نموده و 5 نفر را کشت و بعد در همان ده سوختاند. این خبر تمام هزارستان را به لرزه درآورد. کلبی رضا بیگ به عنوان رهبر و مدافع مردم خود نتوانست که در برابر جنایت آشکار سکوت نماید. او در مقابل این مجسمه غرور فاشیسم قبیلوی با جسارت و مردانگی برخاست و سرانجام ترکی را در درون خیمه‌اش به ضرب گلوله یکی از فدایانش از پا درآورد. داستان شگفت‌انگیز کشته شدن ترکی توسط فقیر بچه. کلبی رضا بیگ در طی یک مجلس خودی و سری رو به نزدیکترین دوستان خود نمود و گفت که آیا کسی و یا کسانی از شما حاضر هستند که ترکی را بکشد؟ در این میان یکی از جوانان فدایی بیگ در سن 20 سالگی به نام محمد عیسی مشهور به فقیر بچه برخاست و گفت من ترکی را میکشم. همچنان فدایی دیگر بیگ به نام دهباشی نیز داوطلب قتل ترکی شد. بعد همه داستان راستین کشتن نماد استبداد را از زبان فقیر بچه میشنویم که خود سالها بعد از شهادت بیگ در قید حیات بود و به عنوان شاهد زنده یک تاریخ چنین حکایت میکرد. در آن زمان مردم لعل و سرجنگل کلبی رضا بیگ را بابا میگفتند و فقیر بچه هم در تمام این حکایت ها از بیگ به عنوان بابا یاد میکند. صبح وقت منو دهباشی را بابا مسلح ساخته و از زیر قرآن گذاشتند و بر چشمان ما بوسه زد و گفت حالا بروید، خداوند مددگارتان باشد. ما 2 نفر صبح وقت حرکت کردیم و گفتیم که بیا ابتدا در قریه قلعه شار خانه یک سید به نام شامیرزا حسین که پیوندی خیشی با بابا داشت توقف میکنیم و چای خورده و حرکت میکنیم. ما در خانه این سید داخل شدیم و او از ما پرسید که در این صبح وقت خیریت است کجا سفر دارید؟ ما نیت خود را برای وی گفتیم. سید که مرد موسفید بود بسیار خشمگین شد و گفت که کلب رضا بیگ دیوانه شده و سیری را هضم کرده نمی تواند. کشتن ملک کوچی ها مساوی به کشتن پادشاه است. آیا زور ما به حکومت می رسد؟ بعد ما را بسیار منت کرد و دوباره پیش بابا فرستاد. ما دوباره برگشتیم و بابا را در حالی که بر عصای خود تکیه زده بود در بیرون قلعه‌اش دیدیم. بابا گفت خیریت چطور برگشتید؟ ما داستان سید مرزا حسین را برایش گفتیم. بابا گفت که بچه هایم، من تمام محاسبه ها را با خود کردم و می دانم که خود کشته می شوم. مال، خانه و زمین هایم مصادره می شود. اهل و عیالم آواره می گردند و شاید از ما نشان هم باقی نماند. اما نمی توانم که تن به ذلت بدهم و مردم من در روز روشن پیش چشمم تیرباران شود. من تمام این پیشبینی ها را از قبل کردم و تصمیم خود را آگاهانه گرفتم. لذا اگر شما فرزندانم ترسیده و به ایمان شده اید و حاضر به کشتن ترکی نیستید، من کسانی دیگر را پیدا می کنم. شما به خانه هایتان بروید. فقیر بچه می گوید که ما هر دو گفتیم نه بابا، ما در تصمیم خود استوار و پابرجا هستیم. تنها آن سید خیشاوند شما ما را از این کار منع کرد و حالا که شما مصمم هستید، کمر ما هر دو برای کشتن ترکی بسته است. بعد بابا ما را به طویله برد و دست ما را به پیشانی سفید گاوی گذاشت و گفت
که این گاو را نذر کنید. ما نذر کردیم و بعد ما را از زیر قرآن گذشتند و در حالی که اشک روی محاسن سفیدش می لغزید گفت: فرزندانم، از راه دیگر بروید و پیش آن سید دیوانه نروید و با ما خداحافظی نمود. ما دو نفر از راه دیگر به ناوه چپرقول رسیدیم. در اینجا بود که ترکی را با چهار نفر سوار دیگر از دور دیدیم. خود را در پناه صخره ها پنهان کردیم و اینها به ما نزدیک شده می رفت. یک بار تصمیم گرفتم، یعنی فقیر بچه می گوید، که همینجا ترکی را هدف مرمی قرار دهم، اما قلبم لرزید و دستم یاری نکرد. در همین لحظه بود که اسب ترکی بودری، یعنی پیش پایی خورد و قریب که ترکی از اسب زیر افتد، اما اسب به نحو خود را راست نمود. آنها را تعقیب نمودیم تا به منطقه تالتو رسیدند و در همان جا پیاده شدند و جمعیت دیگر کوچی ها به آنها پیوستند. خیمه هایشان را آراستند و بعد از نزدیک های شام آتش افروختند. نان پزیدند و در دور خرمن آتش بین خود قصه می گفتند. اکنون تاریکی شب بود و ما را کسی دیده نمی توانست، اما ما به خوبی آنها را می دیدیم. بالاخره نیمه شب شد. ترکی یکا و تنها در خیمه خود رفت و خوابید. این موقع بسیار خوبی بود. من آرام آرام به خیمه او نزدیک شدم و سرانجام داخل خیمه شدم و او در چارپاییش به خواب عمیق فرو رفته بود. من حدود 5 کلک میل تفنگم را از قلب او بالاتر گرفتم و ماشه را فشار دادم و یک صدای دوب شنیدم و فرار کردم. اما وقتی کمی که از خیمه دور شدم، دیدم که دهباشی به دلیل کمبینیش در شب میان یک گل چسبناک بند مانده است. او را بیرون کردم و هر دو در همان نزدیکی ها خود را پنهان کردیم. دیدیم سر و صدا زیاد شد و دوباره آتش ها افروخته شد و فیرها صورت گرفت و هر سو برای جستجو می دویدند. اما در نزدیک خیمه ایشان بودیم و آنها تصور نمی کردند که ما در همین نزدیکی ها هستیم. بعد از جستجوی بی حاصل آنها مایوس شدند. با قطع گشتنی ها ما هر دو راه خود را گرفتیم و دوباره به طرف بابا رفتیم. بابا وقتی ما را دید صدا کرد: شیر آمدید و یا روبا؟ من گفتم که بابا، شیر هیچ وقت روبا نمی آید. بابا ما را در بغل گرفت و سر و روی ما را بوسه‌باران کرد. سپس بیک دستور داد که خطر غارت قریه ها از سوی کوچی ها وجود دارد، لذا باید چندین قریه با هم یکی شوند تا در برابر کوچی ها مقاومت کرده بتوانند. با ابلاغ این دستوری بیک، قریه ها کوچکشیشان را آغاز کرده و با هم فشرده شدند. کشته شدن ترکی چون انفجار بزرگ کوچیان، حاکمان وقت و دستگاه نادرخان را به شدت تکان داد. آنها پی بردند که هنوز قانونهای مقاومت علیه استبداد زنده اند و افعی های ستم را هدف قرار می دهند. لذا کوچی ها در دشت کرمان یک جلسه بزرگ ترتیب دادند و در این جلسه روی چند و چون هجوم بر کلب رضا بیگ و مردم مناطق لعل و سرجنگل را مورد بحث قرار دادند. آنها محاسبه کردند که مجموعی افراد مسلح ما به 600 نفر می رسد و در حالی که بیگ همین حالا دو چند تعداد ما افراد مسلح دارد و اگر حمله را آغاز کنیم، بنابر نفوذ بیگ و حساسیت هزاره ها در برابر کوچی ها، از سراسر هزارجات مردم به کمک بیگ می آیند و ما را تارمار می کنند. لذا تصمیم گرفتند که باید بیگ و طرفدارانش را از سوی دولت مورد مؤاخذه قرار بدهند و انتقام ترکی را تنها دولت می تواند از اینها بگیرد. سران کوچی ها به خردک تخته مقر حکومت علای دایزنگی رفتند و عرضشان را به عثمان خان لندی که در آن زمان حاکم علای دایزنگی بود رسانیدند. عثمان خان آنها را به دولت نادرشاه در کابل راجع نمود. آنها کابل رفتند. نادرخان و هاشم خان به حاکم علای دایزنگی دستور داد که با نیرنگ و فریب کلب رضا بیگ را به کابل گسیل دارد.
حاکم اعلی قطعا می دانست و به هیچ عنوان توان گرفتاری جبری بیگ را ندارد. چون اگر از یک طرف تعداد افراد مسلح او در برابر افراد مسلح بیگ ضعیف است، از سوی دیگر این گرفتاری اجباری سبب یک قیام بزرگ در هزارستان می شود. لذا باید قناعت او را حاصل نماید تا با رضایت خود کابل برود. تصمیم تاریخی بیگ در مجلس بزرگ هزاره ها. عثمان خان لنده حاکم اعلی دایزنگی از مقر خود یعنی خردک تخته با تعدادی از اساکر مسلح خود و مقر بیگ در لعل و سرجنگل آمد و در اولین دیدار گفت: میر صاحب، تصور نکنی که ما برای گرفتاری خودت آمده ایم. فقط من حامل پیام پادشاه هستم و آنها شما را به کابل خواسته تا در امور هزارجات با شما مشوره های انجام دهد و در عین زمان شما را مورد الطاف شاهانه قرار دهد. بیگ به حاکم اعلی گفت که من با مردم خود مشوره می کنم و تصمیم رفتن و یا نرفتن خود را بعد از این مشوره به شما ابلاغ می نمایم. سپس بیگ مجلس بزرگ را دعوت نمود و درخواست پادشاه را از طریق حاکم اعلی دایزنگی به سمع مردم رسانید. مردم یک صدا گفتند که ما هرگز رفتن شما را به کابل مصلحت نمی بینیم و اگر کابل بروید حتما کشته می شوید. چون گذشته آل یحیی نشان داده است که آنها نسبت به مخالفین خود هرگز رحم نمی کنند. ما همه یک دست می شویم، از شما و از هزاره های خود دفاع می کنیم و در این راه تمام هزاره ها به دفاع بر می خیزند. چون شما با کشتن ترکی روحیه مردم را بسیار بالا برده اید. بیگ بعد از شنیدن تصمیم مردم خطابه تاریخی خود را ایراد نمود که نشان از دوراندیشی، هوشمندی و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت هزاره ها بود. بیگ بزرگ گفت: من در برابر خدا و شما تعهد دارم تا از جان، مال، ناموس و عزت مردم خود دفاع نمایم. من وقت تصمیم به قتل ترکی گرفتم، نیت من دفاع از شما بود و نخواستم که در مقابل جنایت آشکار وی سکوت نمایم. این سکوت تن دادن به ذلت بود، اما اکنون من برخلاف نظر شما یک و تنها با پای خود به کابل می روم. من می دانم که در کابل کشته می شوم، زمین هایم ضبط می شود، مال و خانم برباد می گردد، اولادها و فامیلم آواره می شوند. شاید دیگر از کلبی رضا بیگ نام و نشان هم باقی نگذارند. اما تمام این مصیبت های شوم را از قبل پیش بینی و پذیرفتم. اما نمی خواهم که به خاطر خود کل هزارجات را به آتش بکشم. شاید مردم هزاره تا حدودی بتوانند مقاومت نمایند. اما مردم مهربانم، زور ما به حکومت نمی رسد. آنها اردوی منظم دارند، سلاح کافی دارند. یک قدرت بزرگ دنیا یعنی انگلیس ها آنها را حمایت می کنند. وقتی من کابل نروم، آنها با اساکر دولتی و کوچی های مسلح یک جا بالای شما حمله می کنند. همه چیزتان را غارت کرده و مانند دوران عبدالرحمن خان شما را به کنیزی و بردگی سوق می دهند و زمین های شما را مثل ارزگان و کوچی ها می دهند و خودتان را از دم تیغ میگذرانند. من هرگز از خداوند خود نخواستم که به خاطر من مردم من بار دیگر پایمال و قتل عام شوند. من همان لحظه که دستور قتل ترکی را دادم، پیشا پیش مرگ خود را پذیرفته بودم. لذا مرا بگذارید تا کابل بروم و بار انتقام کوچی ها را به تنهایی به دوش بکشم تا شما در امان مانده و عزتتان حفظ شود. مردم در مقابل سخنان بیگ خاموشی اختیار کردند و با مرور بر حافظه تاریخیشان فاجعه های هولناک دوران عبدالرحمن را پیش چشم خیش مجسم نموده و در سکوت با منطق برخواسته و از تاریخ خونین و غمبار گذشته جامعه هزاره با بیگ هم نوا شدند. میادگاه شهادت. میر کلبه رضا بیگ با جمعیت انباهی از مردم خداحافظی نمود، همراه با حاکم اعلی دایزنگی و افراد مسلحش راهی کابل شد تا کوتل مونی بیگ را با نهایت احساس و قدردانی همراهی می کردند. وقتی از کوتل مونی گذشت،
آنگاه بود که صاعقه انتقام و خشم استبداد بر سر دیگ بزرگ فرود آمد. ابتدا او را بر مرکب سوار کردند و با تحقیر و توهین‌های متداوم به کابل رسانیدند. در کابل در نخستین مرحله بیگ را در دربار هاشم خان صدر اعظم بردند. هاشم خان رو به کلب رضا بیگ گفت که بیگ تو اینقدر بزرگ شده که فرمان پادشاه را زیر پای کنی؟ بیگ با جسارت و شجاعت به هاشم خان پاسخ داد که اول باید به قبیله خود می گفتی که فرمان پادشاه را زیر پای نمی کرد تا من هم عمل بالمثل انجام نمی دادم. هاشم خان جلاد دستور داد که این بیگ اصلاح شدنی نیست، او را زندانی نمایید. مدت یک هفته امیر کلب رضا بیگ در دیمزنگ کابل زندانی شد و بعد شبانگاه او را از دیوار زندان به پایین انداختند. هزاره های چندول بیگ را با خود بردند و مدت چند روزی زنده بود، اما به دلیل مصدوم شدن سرش شهید گردید و بعد گفته می شود که او را در دروازه زیارت سخی کابل دفن کردند. بد انسان زندگی یک رادمرد بزرگ و یک انسان دوراندیش و هوشمند در 93 سال پیش پایان یافت، اما خاطره تابناک نبرد او علیه استبداد همیشه در دلها زنده است و راه این شهید آزادی تا به امروزی همیشه پر رهرو بوده و جانهای زیاد در راه دفاع از هزاره ها در مقابل تداوم دهندگان استبداد عبدالرحمن خانی و نادرخانی یعنی کوچی ها قربانی گردیده و به دلیل فقدان انسجام درونی وضعیت قدرت دفاعی هزاره ها قربانیان دیگر را نیز در پی خواهند داشت. مردم لعل و سرجنگل بعد از رفتن میر کلب رضا بیگ این شعر عامیانه و برخواسته از محبت مردم را که نسبت به بیگ بزرگ زمزمه می کردند و تا امروز بر زبانها جاری است، علی قتلش منی دعاویه، کلب رضا بیگ مو کابل رییه. کلب رضا بیگ مو که روبرا شد، غریبان سر جنگل تباه شد. سر جنگل خانه یک پلاس کن، کلب رضا بیگ از بندی خلاص کن. روح میر کلب رضا بیگ شاد و یادشان گرامی باد. نویسنده این داستان علی تقوایی.